من خواهش می‌کنم شما فکر منو بکنید، چون شما تشریف میبرید و من اینجا خواهم و از من انتقام میگیرن اگه سوالشون رو نپرسم. اول خودم انتقام میگیرم. واقعا حق دارید، چون ما همه جا دنبالش میکنم فکر کنم دیگه دست ما حسابی خسته شدیم. نه خسته که نه دیگه، جزو کار دیگه. خیلی خوشحالم واقعا فرصت خوبیست با دوستان از نزدیک به صحبتی داشته باشیم. یه ذرم راه کنیم، من یه مقدار انرژی هم برای خود اصل برنامه بمونه. 100%. تا جایی که امکان داره من سوال بچه ها رو میپرسم حتما، و اگه بتونیم کوتاه هم جواب بدیم به قول شما هرچی بیشتر سوال بگیریم بهتره. من اگه اجازه بدید با بچه های خبر، نه به خاطر اینکه سرداری خبر، دو تا از بچه های خبر باید برن برای ضبط برنامه، برای همین من از سوال علی شروع میکنم. علی جان سوالت رو میتونید بپرسید. سوال اون در مورد صندوق اعتصاباتی که شما از اولین کنفرانس خبریتون که بعد از ریزش ملی داشتین در موردش صحبت کردین، ضمن اینکه اینترنت هم گفتین که برای مردم ایران میخواین فراهم کنین. منتها خب مقدمات این مسلماً به سازوکاری نیاز داره. میخوام بدونم این سازوکاری واقعا چی هست؟ آیا اصلا قابل اجرا هست؟ حتی این صندوق به فرض تشکیلش هم امکان اینکه پول بخواد بفرستین ایران یا اینکه به دست این افراد برسه وجود داره و چه سازوکاری شما براش در نظر گرفتید؟ سوال بسیار خوبی است، برای اینکه اتفاقا سوال همینه، بر فرض که امکانات هم فراهم شد چجوری بشه رسوندش به داخل، و برخیش بر اساس محدودیت‌های کنونی که هست به خاطر تحریم، مثلا از خود امریکا یه مسئله هستش که الان بلوکه هست، شما نمی‌تونید پول مستقیم بفرستید. شاید بتونن یه راهی پیدا بکنن برای اینکه اون بخش از تحریما رو یه استثنا براش قائل بشن که بشه مثلا پول ترانسفر کرد به حساب، چون فعلا فقط یا کریپتوکارنسی هستش یا اینکه کسانی که در درون میتونن تحویل بگیرن از حالتهایی و بعد بتونن به نوعی پخش کنن یا منتقل بکنن. خب خیلی از افرادی که روی این کار دارن الان تحقیق میکنن، بررسی میکنن که بهترین روش حتما یه راه تنها نیست، چندین راه مختلف ممکنه باشه و بستگی داره به کجا میخوایم بفرستیم. به شهرستان ها بفرستیم ممکنه ذره فرق بکنه، تا شهرهای اصلی بخوایم بفرستیم. این دیگه مسئله است که داره روش بررسی میشه، ولی اساسا ما اگه بتونیم اصل صندوق رو راه اندازی بکنیم این خودش به نفر شروع کار هست. و در حالی که دارم با تو صحبت میکنم خب خیلی ها روی مسئله دارن کار میکنن، بررسی میکنن ببینن بهترین روش چی میتونه باشه. میبینم بهت گرگایی بودم. اتفاقا من میخواستم معرفی کنم دیگه خودت یادت افتاد. من از میدیا میپرسم، میدیا هم خودتو معرفی کن. میدیا جان سوالتم. سلام، میدیا مصور هستم، خبرنگار اتاق خبر. سوال من در مورد خانواده های بازداشتی بود و خود زندانی ها. همونطوری که میدونید زندانی هایی که توی زندان هستن هزینه شون برای خانواده هاشون 10 برابر بیشتر میشه تا وقتی که بیرون باشن، و خب خیلی وقت هم اونا نوناور خانواده هستن. فکر میکنین چطور میشه بهشون کمک کرد؟ آیا اصلا امکانی وجود داره؟ چون الان خیلی شاید برشون سخته و خب خیلی هاشون خواستن که ما کمکشون کنیم. در ارتباط با زندانیان سیاسی یا کسانی که به هر حال میرن و بعضی از نهادهای مدنی درون کشور که دنبال مسائل حقوقیشون هستن، بکارتشون هستن و یا میتونن به نوعی کمک‌های رو جمع‌آوری بکنن که برسونن به خانواده‌های کسانی که همطور که اشاره کردید گرفتار هستن، شاید آسان‌ترین راهش باشه که مستقیماً به اون نهادها بشه امکانات مادی رو برسون که اون وقت خودشون بدونن به چه شکلی میتونن تقسیم بکنن. این سوالات رو میشه از اون نهادها پرسید که چگونه میتونن و چه موقعیتی هستن برای تحویل گرفتن این دو کمک ها، بلکه پخش و پلا نشه. چون خیلی ها سوال میکنن خب ما میخوایم کمک کنیم ولی نمیدونیم به چی و به کجا کمک بکنیم. یه مقدار اطلاع رسانی در این مورد هم مسلما لازم هست و فکر کنم خیلی از رسانه ها من جمله رسانه من و تو میتونن از نظر اطلاع رسانی که چگونه میتونیم برسونیم باشه. البته از بعضی لحاظ ها زیادی هم نمیشه دستمون رو کاملا باز بکنیم به خود رژیم، چون از طرف دیگه میتونید اونا ممکنه یه اقداماتی رو به کار بگیرن که حتی این روی مزاحمت ایجاد بکنن یا جلوگیری بکنن. بنابراین این چیزی که خیلی هوشمندانه باز باش برخورد کرد و در بعضی موارد شاید بایستی خیلی به قول معروف under the radar آدم این کار رو انجام بده.
این بیشتر در گفتگوی مستقیم خواهد بود با کسانی که میتونن اون وقت یک جوابهای خیلی صریح بدن که خب این روش رو اگه اتخاذ بکنید به این شکل کمک رسانی بکنید این بهترین نحوش هستش. هاشون رو میپرسیم و اگر چیزی بود که جنب خواستاش به شما دوستانم میرسونیم که اون وقت بعد حساب بکنید که به چه شکلی های مطرح بکنید و یا در کجا نباید بکنید، هر دو موردش رو میشه در نظر گرفت. خیلی من رو بنکه فکر کنم ما پارتی بازی داریم میکنیم. من میگم شاهو سوالش رو بپرسه از برنامه من تو پلاس. درود بر شما، خیلی خوش آمدید، امیدوارم که میزبان خوبی باشیم برای شما، خیلی خوشحالیم که اینجا هستیم. سوال من در مورد نسلیه که امروز واقعا میشه گفت که پیشروی داریم انقلاب، نسل معروف به نسل زد. میخوام بپرسم از شما که چقدر شما از نیازمندی ها و اصلا از دلایلی که باعث همچین تحولی داریم بچه ها میشه باعث این انقلاب میشه در جریانید و خودتون رو نزدیک به این نسل بدونید. من به یه توضیح داد شاهو هستم، برنامه من تو پلاس. اتفاقا جالبه که میپرسید چون همین قبل اینجا بیام در گرین روم که بودیم صحبت همین بود. در اصل سه تا نسل رو میشه مشاهده کرد. نسل خودم رو حساب نکنید زمان انقلاب، خب اولین نسل زمان خاتمی بود و احمد باطبی و تجربیات که داشتن، نسل بعدی بچه جنبش سبزی بودن که اونا به نوعی مشکلاتی برخوردن، نسل امروز نسل محصول ها بود، بچه هایی هستن که الان به هر حال مشغولن. مجموعه این تجربه 40 ساله برای هر سه نسل الان برمیگرده به اینکه یک چه نگاهی نسبت به وضع آنی کشور هست و قطعا مسئله معیشتی در درجه اول اهمیت قرار میگیره، ولی فراتر از اون چه نگاهی نسبت به آینده دارن. چیزی که میتونم بگم الان میتونه مسئله بسیار کلیدی باشه ملحق شدن قشر خاکستری است که تا دیروز همچنان در باب اصلاح طلبی مسئله رو نگاه میکردن و گذر از این مسئله به اینکه خب ما راه رو باز فراتر از این وضعیت جستجو بکنیم. اتصال این قش با بقیه قشایی که از روز اول یک دیالکتیک سکولار دموکراسی رو به عنوان به هر حال یک آلترناتیو به نظام مذهبی مطرح می‌کردن خیلی مهمه، برای که هرچه بیشتر این گسترده بشه و در اصل با فلسفه ماکسیمم اینکلوژن بخوایم پیش بدیم این راه رو باز کرد. و خیلی مهمه که ما درک بکنیم که هر چقدر این اتحاد وسیع‌تر بشه خب مقابله با این نظام خیلی قوی تر خواهد بود، با علم به این که خب خیلی ها نسبت به گذشته موضع‌گیری میکنن چه اتفاقی افتاد، چه بلایی به سر این نسل ها اومد، ولی ما از یه دید مثبت بس به قضیه نگاه بکنیم. الان وقت حاشیه سازی و درگیری نیست و البته بدونه که در این حاشیه سازی ها خود نظام خیلی درش دست داره، خیلی سایبری هاشون دائم فضا رو میخوان آلوده بکنن، همه رو به جون هم بندازن. حتی در این مورد این اینیشیاتیوی که گرفته شده بعضی از دوستان شروع کردیم، خب از همون اول یه سری جفسازی ها رو میخوان راه اندازی بکنن. از این لحاظ خیلی مهمه که همه حواسشون جمع باشه به این مانورها و نگذارن که کوچکترین عامل به قول معروف به جون هم انداختن جریانات و حاشیه سازی ها رو جلوشو بگیریم. این خودش دیسیپلین و یک آمادگی ذهنی همه وقت رو نیازمند هست و جا انداختن ایست که در تمام این بحث‌ها فراموش نکنیم که اولویت اولمون اینه که یک صدا باشیم در مقابل این نظام. فردا جا برای رقابت خواهد بود، ولی الان ما سمی یک صدایی رو جا بندازیم و نگذاریم که این اتحادی در حال شکل گرفتن هست به هر نوعی باعث تفرقه بشه. و یه سری خط قرمزایی هم هست که باعثی از همین اکنون جا انداخت، یعنی در واقع جزء یک فرهنگ نوید سیاسی است. ما صحبت از پلورالیسم و تولرانس که میکنیم، یعنی در اصل احترام گذاشتن به عقاید مخالف. مخالف بودن به مفهوم دشمن بودن نیست. ما هر موقعی دیدیم که یک کسی مخالفت میکنه که پس تو دشمنی منی، نه، ممکنه رقیب فکری باشه یا اختلاف نظر داشته باشه. جا اندازی این فرهنگ دوستان خیلی حتی فراتر از نهادسازی ها و ساختارهای حکومتی یا حتی نقش جامعه مدنی واقعا یه فرهنگی است که به شکل طبیعی تو کشور ما هیچ وقت نداشتیم و فکر کنم این نسل میتونه اون کاتالیست وارد کردن یک فرهنگ جدید سیاسی باشه، دقیقا به خاطر که دیدم که چقدر این مهمه. بلکه علارغم جاهایی که ممکنه اختلاف سلیقه داشته باشن، ولی حرف نهاییشون یکیست در اصل و این خیلی مهمه. من روی این نسل خیلی حساب میکنم که این رو کاملا بتونن جا اندازی بکنن، چه در برخوردی که بین هم دارن، چه نگاهی که کف خیابون باسی درک بکنه که چی پشت سرش قرار گرفته،
کف خیابون کار خودش رو انجام داده، ولی یه مقدار احساس تنهایی میکنه. چرا؟ چون حتما از اون بخش الیت سیاسی فکری جامعه پشت سرش قرار نگرفته اونطور که باید باشه. این هم یه نکته بسیار کلیدیش در توافق حرکت که فقط مسئله به اعتراضات و شعارها نباشه و ما برای شعار شروع کنیم یه ذره پروژه محور بریم جلو و خیلی چیزا هم هستش که باید در نظر گرفت، چه در بخش حقوقیش، چه در بخش اقتصادیش، چه در بخش محیط زیستیش و خیلی مسائل دیگر. و اتفاقا من فکر می‌کنم بهترین راه یادگیری در جهت کاری که باید در عمل ارائه بدیم بر اساس یه سری پروژه هاست که میشه واقعا تقسیم کار کرد. خود این کمک خواهد کرد به اینو اتصال، چون شما فرض کنید مثلا اگه کارشناس زیست محیطی باشید یا یک کارشناس حقوق باشید یا یک فعال حقوق بشری باشید و بر اساس یک کمیته مخصوص که به یک کار خاص می‌پردازه یارگیری بکنید، کسی موقع نمی‌پرسه ازت که حالا تو چپی هستی، راستی هستی، جمهوری‌خواهی، مشروطه‌خواهی، بر اساس تخصص و رشته تخصصی میاد کار میکنی. این خودش کمک میکنه به اون اتصالی که نهایتاً یه اتصال سیاسی هم میتونه باشه. این نوع کارها به نظر من کمک میکنه و جا انداختن این نوع برخورد و همکاری کمک میکنه به جا اندازی این فرهنگ جدیدی که واقعا لازمه تو کشورمون داشته باشه. خیلی ممنون. صحبت از محیط زیست شد، ما یکی از فعاله محیط زیستیمو فکر میکنم بریم پیشش سوالشو بپرسه. درود بر شما آقای پهلوی. من شوکا بیدایان هستم، کارشناس و خبرنگار حوزه محیط زیست من و تو. قبل از هر چیز تشکر میکنم برای توجه ویژه‌ای که به معضلات محیط زیستی کشور دارید و به عنوان یک ایرانی وظیفه خودم دونم. من کارشناسی ارشد در رشته توسعه پایدار در دانشگاه ساسکس رو خوندم که رتبه اولو داره و این افتخار داشتم به دلیل همکاری با آقای انگور و فاندیشن کلایمت ریالیتی سال 2021 هم جایزه حلقه سبز رو دریافت کنم. وظیفه خودم دونم که برای پروژه بازسازی ایران بتونم سهمی داشته باشم و در همین رابطه از شما میخوام بپرسم آیا شما و تیم شما آمادگی همکاری با و یا حمایت از تشکیل یک حزب سوسیال دموکرات سبز رو داره؟ چون به شخصه به نظرم واقعا ایران ما و بازسازی ایران نیازمند چنین حزبی هست. 100% و اتفاقا صحبت از مثلا جاستیس انتقالی که هست، عدالت انتقالی، عدالت محیط زیستی هم از جزء بحث باشه، یعنی environmental justice. ضربه‌ای که به ایران خورده به خاطر ناکارآمدی یا اصلا عدم توجه حکومت از تمام گرفتاری‌هایی که از چاهای علکی که زدن یا کاری که کردن، واقعا لطمه خیلی شدیدی به وضعیت زیست محیطی ما زده. چیزی که مثلا شده به خاطر صنعت گردشگری هم فردای آینده رو فکر بکنیم، خب بیان چی رو ببینم وقتی هم چیز خوش شده؟ مثلا مثال می‌زنم فقط، خیلی مهمه که این کار بشه و اتفاقا فکر کنم این دیدگاه انوایرمنت ها و بخش سبز که تو خیلی کشورها میبینیم توجه ویژه‌ای به محیط زیست بسیار کلیدی است. برای من جزو شاید مهمترین مسائل بحران آب به خودی خود یه مسئله موزلی است که واقعا میتونه بسیار دردسر آفرین باشه، اولا از نظر تعادل منطقه‌ای، دوم اینکه سر آب ممکنه فردا درگیری پیش بیاد تو کشور خودمون، چه قش دیگری وادار میشن باز دوباره به مهاجرت خارج از اون مناطق، به سمت کجا خواهند اومد؟ به همین اروپای اشغال شده که اصلا جا نداره دیگه برای پناهجوی دیگه. از این لحاظ خیلی مهمه که اولین عامل ثبات در کشورمون خیلی قبل از اینکه موضوع سیاسی باشه ممکنه مسئله زیست محیطی باشه در بهله اول، به خصوص تو مناطقی که واقعا از این بابت خیلی لطم زدن. این هستش که 100% نه تنها واجب میدونم بلکه مسلماً من به شخص پشتیبان تمام عیار شما خواهم بود در اینجا و امیدوارم که بتونی این کار، حالا حزب را انداختن یه مقدار بیشتر کار داره ولی حداقل یک کمیته های ویژه با هر نوع ساب کمیتی که براش لازم هست واقعا خوب که انجام بشه. خیلی از دوستانی که من میشناسم از کاوه مدنی بگیرید تا مثلا نیکاهنگ کوسر یا دیگرانی که روی مسئله کار کردن، خب دنبال این هم هستن و امیدوارم این هم بیشتر گسترش داد که بیشتر افرادی که در این مورد میخوان از دید کارشناسی و تخصصی نگاه بکنن، فقط هم نمیگم ایرانی چون خیلی متخصصین در دنیا هستن و خوبه اونا هم جزء کار بیاریم، یعنی یه پروژه واقعا بین المللی میتونه باشه این مسئله. امیدوارم بتونیم خوب پیش بریم در این کار. خیلی ممنون. من میرم پیش آرزو. یکی از کسانی که اتفاقا میگفتیم در این مدت، در این 5 ماه خیلی علاقمند شد، دنبال کرد مصاحبه‌ای که شما در گذشته داشتین، سخنرانی‌هایی که بوده، براش یه حالت مکاشفه‌ای در این مدت بوده. حالا من میذارم خودش سوالش رو بپرسه.
سلام. خیلی خوشحالم که شما را از نزدیک میبینم و باعث افتخاره و خیلی ازتون ممنونم که به سوالات ما جواب میدین و بعضا نگرانی هامون. من 6 سال پیش از ایران اومدم بیرون و تا قبل از اینکه مهسا امینی به قتل برسه کمدی میساختم، ولی همونطور که تینای عزیز گفت جریانم عوض شد و الان پنلیست سمتنا هستم. سوالی که از شما دارم اینه که شما گفتید یه سری حاشیه سازی وجود داره، ولی در کنار اون حاشیه ها یه سری نگرانی هایی هم هست که نمیشه اسمشو حاشیه گذاشت به نظر شخصی من. مثلا شما همیشه گفتید که از افراد و گروه هایی که پایبند به 3 تا اصول اساسی که خودتون همیشه نام میبرید هستن دعوت کردید که بیان و همکاری کنن. همچنین گفتید تمامیت ارضی شوخی بر نمیداره و با کسی هم تعارف ندارید. حالا آیا همبستگی با افرادی که صراحتاً اعلام کردن تمامیت ارضی رو قبول ندارن، یا حتی موقعی که ازشون سوال پرسیده میشه شما به رأی مردم احترام میذارید یا نه، جواب درستی نمیدن، این نشونه عقب نشینی شما از این اصوله؟ اگه نه، آیا این اصول قراره که توی منشوری که منتشر بشه درج میشه یا نه؟ و اگه نه، تضمین و راهکار شما برای حفظ یکپارچگی ایران و دفاع از حق انتخاب مردم در فردی آزادی چیه؟ ببینیم، علت اهمیت ایران یکپارچه این استش که اولا ما یک کشوری بودیم که برای قرنها با وجود تمام قومیت‌ها، مذاهب، گرایش‌ها، زبان‌ها، واقعا یه ملت چندگانه‌ای بودیم. واقعا اون رنگین کمانی که کیان میگفت همینه دیگه. و چگونه میشه این مجموعه رو در اصل حفظ کرد؟ اگه کسانی مشکل دارن با اینکه هویت خودشون رو یه هویت ایرانی قبل از هر چیز ببینن، خب کسی که خودش اصلا ایرانی ندونه اصلا حرفی نداریم بهش بزنیم. چی باقی مونه برای صحبت؟ و این تشخیصی که جامعه نهادن باز بده. ولی برای اونهایی که در ایران یک پارچه، البته صحبت از عدم تمرکز میکنن، صحبت از یه مقدار مدیریت محلیشون میکنن در حد استانیش، البته خب میشه خیلی راجع به مسئله بحث کرد و این دقیقا اون نکته ایست که فقط مجلس مؤسسان میتونه بهش بپردازه. موضوعی نیست که منده مثلا با آقای مهتدی توافق بکنم یا با دیگری. ما که نمیتونیم برای مردم تصمیم بگیریم، ما فقط میتونیم از یه سری اصول پشتیبانی بکنیم و شاید هم اختلاف نظر داشته باشیم، ولی جایی که قرار این اختلاف نظرها مورد بررسی قرار بگیره فقط میتونه توسط نمایندگان منتخب مردم باشه تو اون مجلس. اگه قبول بکنیم که هدف ما و برای اینکه تصمیم نهایی رو خود جامعه بگیره محول میکنیم به اون مجلس مؤسسان، پس هدف سیاسی این مقطع اپوزیسیون ضد جمهوری اسلامی رسیدن مرحله فروپاشی و در پس از فروپاشی دولت انتقالی است که زمینه رو بس برای اون انتخابات مجلس فراهم بکنه که تمام این بحثا در اونجا بشه و تصمیم نهایی در اونجا گرفته بشه. هیچ کدوم از ما نمیتونیم تکلیف برای کسی روشن بکنیم، ولی حداقل میتونیم یه سری اصول حداقلی که مبنای همکاری سیاسی اکنون اپوزیسیون گسترده رو میتونه تعریف بکنه بر اساس اون اصول بتونیم پیش بریم. و بنابراین این منشور که خیلی از این مسائل، اون من حداقلش رو گفتم ولی مسائل دیگر هم توش میاد و مطالبات حداقلی است که میتونه ما رو به هم وصل بکنه، میشه مبنای همکاری در این مرحله بین نیروهای سیاسی. این هم به هر حال به محض که آماده شد اعلان خواهد شد. در نظر بگیرید که مبنای کار رو همیشه گذاشتیم درون کشور، یعنی مشروعیت اولیه از درون کشور بابت هر پروژه‌ای که اپوزیسیون برونمرزی بخواد حمایت بکنه اون مبناست. یعنی بدون اینکه ما توافق کنشگران مدنی سیاسی داخل کشور من جمله زندان سیاسی و توافق شروع مشروع نداشته باشیم، برای خودمون از بیرون نسخه نمی‌پیچیم براشون. این خیلی مهمه از دید اینکه اگه خارجی‌ها میپرسن خب بر اساس چی شما اینو دارید معرفی میکنید، میگیم دقیقاً اون خواستی است که خود جامعه سیاسی اون در درون بازگو میکنه و تکرار میکنه. رو مبنا داریم پیش میریم. اپتیک ما بر مبنای پایه مشروعیت اصلی این بیان این خواسته ها و اصوله که در درون کشور مورد قبول قرار بگیره و قطعاً خیلی ها در خارج میتونن متقابلاً بر همون اساس به دور این اصول همکاریش رو با هم آزاد بکنیم. در این جهتی الان بهتون توضیح دادم.
خیلی ممنون از شما. من سوال بعدی رو میدم به سبا خویی، مسئول آرشیو معروف من و تو. پروداکت تبلیغات کردی. شاهزاده رضا پهلوی، درود بر شما. سبا خویی هستم، همونجور که تینا جان گفتم من پژوهشگر و مسئول کتابخانه من و تو هستم. افتخار این رو داشتم که با خود تینا جان، جناب کیوان عباسی و بسیار از دوستان و یاران در بخش مستندهای ماندگاری رو در من و تو بسازیم. بسیار خوشحال هستم که در این در این زمانهای حساس ما شما رو اینجا میان خود داریم. اگر اجازه بدید اول میخوام شعر پدرم سرود پرچم اسماعیل خویی رو براتون بخونم، چون این روزها ما شاهد این بودیم که در تجمعاتی که برگزار میشه آنچه که باید احترام به پرچم شیر و خورشید باشه رو ما ندیدیم. و بعد سوالی رو از طرف خودم به عنوان یک پادشاهی خواه مشروطه و دیگر دوستان و یاران از شما دارم. اگر اجازه بدید ببخشید من یکم دستم داره میلرزه، عذر میخوام. هم میکروفون هم تلفن، گود لاک. دیگه بعضی وقت آدم به قول پدرم خاک میخوریم و خاک نمیدیم. ای یگانه نماد میهن من، معنی ماندگار بودن من، ای خجسته نشانگر ایران، دل دل جان جانی و من من، از سرنگ تو سبز و سرخ و سپید دشت ایران همیشه گلشن ماست. آینه دار شیر و خورشیدت دل بیباک و جان روشن ماست. سرخت از مهر و داد میگوید، سبز دارد پیام آبادی، و سپیدت نشانه خرد است که برد راه من به آزادی. زیر چتر یگانگی بخشد هر کسی خانه دارد ایرانی است، دور باد از همه قلمرو تو هرچه درد و دروغ و ویرانی است. مانده ای و بمان، مانده ای و بمان، ای خجسته نماد، ای پیام خوشت مهر و شادی و داد. زیر چتر تو بار دگر کاوه بندد میان، مانده ای و بمان یادگار کیان. و یه پرس ممنون ببخشید. به عنوان یه پادشاهی خواه مشروطه که با باورمند شما هستیم و داریم تلاش خودمون رو میکنیم، این پرسش برای ما پیش میاد که بعد از سخنرانی فرمایشات شما در خرداد ماه 1401 و آنچرا که شما در این 44 سال به عنوان مشعلدار برای ما نگه داشتی و بعد از همسویی که ما در نشست جورج تاون دیدیم، جای نیروهای مشروطه و پادشاهی خواه رو در کنار شما کم دیدیم. آیا میتونین در آینده نزدیک جای مشروطه خواهان و پادشاهی خواهان رو در کنار شما ببینیم؟ چرا که میدانیم شما به عنوان پادشاه فراحزبی دارید عمل میکنید. این پرسش رو داشتم به دلیل اینکه همونطور که میبینید در تجمعاتی که میشه ما میبینیم امثال نازنینی چون چارلی وایمرز و دیگران به نوعی در لحظات آخر صحنه هست میشن، حتی در جای ما پرچم های شیر و خورشید رو نمیبینیم. آیا میتونیم در آینده نزدیک سامانه ای رو برای هماهنگ تظاهرات رو هم داشته باشیم یا خیر؟ ببخشید هم سوال کنم. ببینید شروع کار به مفهومی نیست که محدود میشه به این 8 نفر، خیلی ها دیگه هستن، بیشتر هم چهره های تاثیرگذار و اینفلوئنسر بودن، سیاسی الزاما نیستن، مثلا گلشیفته فرهانی یا علی کریمی خب چهره های سیاسی نیستن ولی به نوعی معرف یک طیفی از مملکتمون هستن در بخش هنریش، در بخش سیاسیش. بعضیا بیشتر سیاسی عمل میکنن، از همه سیاست‌فرش ها تو این جمع عبدالله مهتدی باشه، ولی به مفهومی نیست که فقط اینا هستن، خیلی ها دیگه هستن. همین چند روز پیش 3 گروه مشخص، حزب مشروطه، شورای مدیریت گذار و 7 آبان با همدیگه ائتلاف اعلام کردن برای همکاری. بنابراین این یه نوع حضور هستش که یه مقدار تعادل حزبی رو اگه بخواید رو مسئله صحبت بکنید رو به وجود میاره. و واقعا به نظر من اون کانسپت اتوبوس مجانی منظورم چی بود؟ منظورم هستش که در بازه برای هر کسی که میخواد بیاد جلو. موضوع این هستش که نمیشه فقط در حاشیه نشست و ایراد گرفت. خب بیان جلو، کسی مانع کارشون نمیشه. ولی اون فرهنگ پلورالیسم و تولرانس که میگفتیم، خب دوستان نمیشه کسی رو گفتش که حرف خودتو نزن، به دیگری بگیم تو حرف تو بزن، همه بس بتونن حرف خوش رو بزنن، منتها با چه هدفی میخوان حرف بزنن؟ آیا با هدف این هستش که جبهه‌گیری بکنن یا هدف این که خب نظرات خودمون رو بیان میکنیم؟ ولی کلا در همون جهته،
کلان در همون دریچه است. خب طیف‌های مختلفی داریم دیگه. یه عده ممکنه سمپات آقای حامد اسماعیل باشن از طیف چپ. یه عده ممکنه سمپات مسیح نجات باشن توی طیف دیگر. یه عده سمپات من هستن توی طیف دیگر. ولی ما اینجا حزبی عمل نمی‌کنیم. ما اینجا می‌خوایم در یک دید کلکتیو ملی صحبت بکنیم. هدف ملیه. هدف حزبی نیست. موقع انتخابات بشه رقابت احزاب میان دولت تشکیل میدن. خیلی هم نرماله. اون موقع است که میتونیم موضوعات خیلی مشخص و متفاوت از هم بگیریم. اکنون هدف این است که ما از این دیدگاه ملی بپردازیم به کار. با احترام به اینکه در این تکثر احزاب و جریانات سیاسی خب مسلما همه یه جوری فکر نیستن، ولی هدفشون اول کدومه؟ این رو باید از اول از خودمون و از دیگران و از تمام این افراد، حالا به عنوان شخصیت مستقل و یا جریاناتی که یا تشکیلاتی که یا احزابی که میخوام یا تو کار، که هدف اصلا از مهمترین هدفشون و اولویتشون کدومه. اگه اولویتشون نجات مملکت هست، گذار از این نظام هست، یک آلترناتیو ملی مورد قبول اکثریت جامعه باشه، اونجاست که ما میتونیم عملا مفید عمل بکنیم. اگه فقط بخوایم ابزار مواضع حزبی ایدئولوژیک که خودمون بکنیم، خب برای همینه که 40 سال گذشته هنوز از اپوزیسیون چیزی ندیدیم. یک تغییر روش و رفتاری را از همه بایستی خواست. اتفاقا بار اصلی این انتظار از خود جامعه ایران بایستی اعلام بشه به این جریانات که آقا جان تکلیف خودتون رو روشن کنید، یا در این جریان میخواین مفید باشید و جزی از راه حل باشید، یا همچنان میخواین مخالفت با هم دیگه بکنید و همچنان جزی از مشکل. کدوم کاتگوری رو شما معرف هستین امروز؟ حرف من هم همیشه این بوده، کسانی که همچنان جزی از مشکل باقی موندن، وقتمون رو باشون تلف نکنیم. تمام تمرکزمون رو بذاریم رو اونهایی که میخوان با هم کار بکنن و به اونا میدان و بلنگو و مشارکت و پشتیبانی، البته و پشتیبانی بدیم. اون دیگه رابطه انسان هاست و افراد و جامعه با همه کسانی که به حال عمل دارن میکنن، تو صحنه هستن، اقدام میکنن، تلاش میکنن، و اینجوریست که خواهیم تونست بریم در جهت کار جمعی با یه هدف ملی. و اینجاست که به نظر من شکاف ها بسیار کم رنگتر میشه و همسویا بسیار پر رنگتر، و حاشیه سازان رو هم در واقع معروف خیلی باسی بدون تعارف ازشون براءت کرد که آقا شما نه تنها کارساز نیستین، بلکه دارین چوب لاچنگه این کار میکنید، و هیچ کنون ما این رفتار رو نه تنها نمیپسندیم بلکه محکوم میکنیم. همگی ما باسی رو محکوم. خیلی ممنون. من با استر شما نگاه میکنم برای که نهایت استفاده رو به رضامون ببرید. من اینو میدم به سالومه جان. سلام، خیلی خوش اومدی. سالومه هستم. سال 2004 از ایران اومدم بیرون. حدود 13 سال من تو کار میکنم. آخرین باری هم که ایران بودم شهریور 88 بود. تهیه کننده و مجری سالیتاکم و الان یه مدتی هم هستش که مدیریت گروه گزارشگر خوب مناطق رو دارم. و اینکه خوب هستم یا خیلی خوبن، یعنی واقعا بیننده هامون به خیلی عالی هم. از اعتمادشون واقعا از همینجا دوباره ازشون تشکر میکنم. برای همین من باز از بیننده ها سوال پرسیدم و بیشتر گفتم که چه سوالی از شما دارم. بیشتر سوالاشون سوالات اقتصادی بود. من همه رو گذاشتم رو هم، یه سوال از روش در آوردم، یعنی سوال بیننده های شبکه من و توه. میپرسن که هر روزی که میگذره ایران به فروپاشی اقتصادی بیشتر نزدیک میشه و خیلی عقیده دارن که این بسیار خطرناکه. اگر در چند هفته آینده اتفاق بیفته، اپوزیسیون و خصوصا خود شما آمادگی این لحظات حساس رو دارین تا بتونین هدایت کشور رو برده بگیرین؟ ارتباطی با افراد مهم و تاثیرگذار داخل دارین که بتونن این موضوع رو هدایت بکنن؟ خب مسلم تمام تلاش این هستش که خلایی به وجود نیاد، چه از نظر مدیریت چه از نظر کسانی که قابلیت پرداختن به این مشکلات رو دارن. ولی همگی خوب میدونیم که تا زمانی که نظام سر کار هست واقعا نمیشه کاری اساسی کرد. الان دلار 52000 تومانی 56 شده، واقعا نمیشه روز. حالا من مونیخ که رسیدم تازه رسیدم به 50، یعنی در عرض کمتر از یه هفته. خب همون دقیقاً، یعنی ببینید ولی چه میشه واقعا کرد. برای اینکه فقط میشه گفتش که آنن به محضی که فرصتش پیش بیاد باید به مسئله پرداخت. یعنی به بالاخره برنامه 100 روزه پس از فروپاشی رو در نظر گرفت. از همه لحاظ یه درامی بودن کار میکنن. تیم قبرس که دوستان من تا چندی باشه آشنا دارید، دارن روی مسئله کار میکنن. دقیقا رو همین مسئله که میگید.
بخش درونیش البته ما من هم که همیشه بهتون گفتم بازم تکرار میکنم بیشتر کسانی که میان اون خلل رو از نظر مدیریت لااقل حداقل بگم انتقالی پر میکنن تمام متخصصینی که اکنون در داخل مملکت هستن مدیران تکنوکرات ها بوروکرات هایی که البته نظام هیچ وقت به بازی نگرفته ولی کسانی که این قابلیت و سواد و دانش رو دارن که آنن به این مسئله بپردازن خب فوراً اینها باید بیان تو کار این چیزیه که از بیرون بشه به داخل صادر کرد واسه از درون این رو آمادگی شو داشته باشی خب این آمادگی رو فکر کنم اعلان آمادگی رو خیلی‌ها دارن نمیتونن رسما اعلام بکنن به دلایل پروازهش ولی فکر نکنید که نیستن حتما هستن و خب تمام تلاش رو می‌کنیم که در اولین فرصتی که پیدا می‌کنن فوراً بیان تو کار که آنان بتونن جبران این مسئله رو بکنن حداقل نذارن بدتر از این بشه بعد بریم دوباره به بازگشت بود بله با این دوستان البته ارتباط هست صحبت هم هست ولی خب زیاد از بیرون در این مورد میشه کاری کرد متاسفانه بیشتر برمیگرده به خود داخل بله. خیلی ممنون ما یه سری چهره‌های بچه‌ها داریم که مقابل دوربین هستن یه سری چهره‌های بچه‌ها هم هستن که پشت دوربین دارن تلاش میکنن من الان میرم سراغ چهره‌هایی که پشت دوربین تلاش دارن مثل بهار عزیز که خودش هم معرفی کنه درود چهارزاده عزیز من بهار هستم متولد بهار نفس 58 18 سالی که بیرون از ایران هستم و در تیم پلنینگ کار میکنم سوالم از جناب علی اینه که الان که توی خبرها دیدیم که اورانیوم غنی‌سازی اورانیوم 90% توی ایران پیدا شده شما چقدر ممکن می‌بینید که مکانیزم ماشه فعال بشه و چون با دولت مردا صحبت می‌کنید فکر می‌کنید که نظرشون چی هست و تا اونجایی که من می‌دونم هیچ حد و لیمیتی نذاشتن که اگر ایران به اینجا برسه ما دیگه این مکانیزم ببخشید من صدا می‌لرزه مکانیزم ماشه فعال میشه شما دیدگاهتون چیه؟ از صحبت‌هایی که با دولت مردا داشتید چه استنباطی می‌کنید؟ یه جایی هست که شما حساب بکنید که مشکل خود اون اصلی نیست بلکه انگشتی که رو ماشه هست از اون دید نگاه بکنید هویت نظامی که خطره شما اگه خود نظام رو اساساً از معادله خارج بکنید بسیاری از نگرانی‌ها آنن محو میشن از خطر و بحران اتمی بگیرید تا مسائل تروریسم و پشتیبانی از تمام نهادهایی که جمهوری اسلامی تو لبنان داره تو سوریه داره جاهای دیگه داره به هر حال خیلی مسائل مرتبطه به هم تا چه حدی جهانیان اکنون لااقل بخش غرب رو میخوام بگم روی مسئله هم فکر هستن لااقل بهتون بگم که در حد قانونگذاریش مسئله مثلا تحریم سپاه به عنوان یه ابزار فشار الان مطرح هست متباس نهایتا تصمیم میگن حال چرا اینو پیش میکشم چون مقدار زیادی از ثبات حکومت به اتکای نهادهاست که همچنان سر جا قرارش میداره که بعضی دولت ها مثل دولت فعلی امریکا فکر میکنه که باز برن برجام رو دوباره احیا بکنن این حرفا که خب خیلی از دوستان منطقمون راجع به مسئله هراسمند هستن چه سعودی باشن چه اسرائیلی باشن و خطر میره در جهتی که اگه ببینن مسئله تقریبا حتمی ممکنه بشه خدای نکرده دست به یه سری اقدامات نظامی بزنن و حمله کردن به تاسیسات که اصولا من همیشه گفتم شما الان بهترین فرصت رو دارید چرا که طبیعی ترین ارتش رو در میدان دارید همانا مردم ایران که هر روز تو چششون شلیک میکنن ولی واشزادن و خیابونا رو ول نکردن بیاین پشت اینا قرار بگیرید بیاین کاری بکنید که با یک سیاست حمایت حداکثری نه فقط فشار حداکثری که لازمه ولی نه کافی بیان کمک بکنید به این جریان که موفق بشه چون وقتی که نظام دیگه نباشه اصلا لازم نیست به فکر برجامی باشید تمام این خطرات از بین میره و اگه این فرصت رو به ما مردم ایران ندید که هیچ تضمین موفقیت هم نمی کنید معلوم نیست ولی حداقل یه شانسی به این بدید چون واقعا یک جرم تاریخی خواهد بود که قبل از اینکه به فکر آپشن‌های خیلی بدتر و ناگوارتر بیفتید این شانس رو لااقل به مردم ایران نداده باشید که بتونن از شر نظام خلاص بشن و روی این مسئله من خیلی تاکید کردم چه در مونیخ چه در پاریس چه در اینجا و تمام دیدارهای دیگری که خواهم داشت شما باید یه سیاستی رو اتخاذ بکنید که اصل مشکل رو رفع بکنید و الان 43 ساله که فکر کردید با صحبت کردن با اونهایی که خودشون جزی از مشکل هستن به این راه حل میتونید برسید تا بیان بالاخره با اونهایی که جزی از راه حل هستن صحبت بکنید که آلترناتیو به نظام رو معرف هستن و این در واقع خاص مردمه دیگه بالاتر از مرگ به دیکتاتور چجوری بهتون حالی بکنن که با این نظام دیگه نمیخواید چون میدونی مسئله یه که در جاهای دیگر خب بد عمل کردن مثل عراق
اصلا بحث رژیم چنج تو امریکا الان همه ازش اجتناب میکنن. کانسپت غلط نیست، جای دیگری بعد اجرا کردن، در صورت که فرمولی ما و مشکل ما همون رژیم چنجی که هم نسبت بهش موضع منفی میگیرن. باز این تغییر نظام در ایران اصل مسئله است و یه فرصتی همچنان دارید، ولی تا ابد نخواهد. این بهترین فرصتی که الان جهان داره و این خاصی است که جامعه به عناوین مختلف داره عنوان میکنه و تمام تلاش من و دیگر دوستانی که در این راه در مذاکراتی که هست، در بحثایی که هست، این هستش که توجهشون روی این موضوع ببرین که شما خیلی بیشتر هزینه تغییر رو هم برای مردم ایران کم خواهیم کرد و هم عواقب ادامه نظام با از بین رفتن این نظام که الان آمادگی کاملش رو جامعه داره و شاید اون بخش اقتصادی که الان خب همه باش مواجه هستیم از مثلا مشکلات معیشتی از یه طرف برای مردم ضربه میخوره، ولی فراموش نکنید که به نظام هم ضربه میخوره. بالاخره درآمدی نداشته باشن، هزینه بس، بالاخره تصمیم میگیرن که کدوم قسمت رو بشناسن، دستگاه سرکوبشون رو تغذیه کنن، جریانات خارج از مرز رو تقویت بکنن، با اپوزیسیون درگیر بشن. نمیتونن در همه جا همه مشکلات رو از دید مشکلات مالی خودشون فراهم بکنن. پس در نتیجه میخوام بگم اضافه شدن تحریم‌های بیشتر و شوک بیشتر به نظام که حداقل دستگاه سرکوبش رو بیشتر فلج بکنن، همین مسئله تحریم سپاه، مسئله این که چگونه میتونن الان حمایت مستقیم بکنن برای اینکه در درون جریانات راه بیفتن و آنچه که نهایتاً باعث در از فلج شدن نظام و فروپاشیش میشه نهایتاً اعتصابات سراسری کارگریستی، خیلی واضحه این بهترین روش و کم هزینه ترین نهایتاً، به شرط که بشه دست کارگران رو بگیریم که نون شبشون را مهیا بشه. روی این باز برنامه ریزی بکنه. خیلی قبل از که فکر کنه حالا کدوم بخش کشور رو مورد حمله نظامی قرار بدن که به هیچ عنوان راه حل سازنده و مفیدی نخواهد. بنابراین این نتیجه گیریست که ما همگی باسی دائم به این دنیا گوشتر بگیم که فرصتیست الان درست جلوی شما، فقط باسی اون چطور بگم اون جرأت این قدم برداری رو داشته باشن. بعضی دولت ها یه مقدار نگرانن، مثلا خب آقای مکرون میگه ما اون دوتا شهروند فرانسوی داریم که نظام اینا رو در اصل گروگان گرفته و یا فردا ممکنه چند تا به اصطلاح افرادی که انگلیسا نگرانن که در اونجا گرفتار باشن. یعنی شما اگه بخواید با تردید اصلا فرهنگ گروگانگیری رو جزء معادله بذارید، خب رژیم بیشتر تقویت میشه، میگه کار میکنه، فردا میرم چهار تا دیگه میگم. یه جای واسه این مسئله جلوشو بگیرید. Do not succumb to blackmail. همون کاری که پوتین با گاز داره میکنه برای اروپا. این یه تصمیم واقعا مهمی است که باز دولت مردانه که در بخش حکومتی کشورهای غربی هستن کاملا درک بکنن که چرا اینجا باسی واقعا محکم وایستن. در ضمن از نظر تاریخی هممون دیدیم هر دفعه دنیا نسبت به اینا محکم وایستاد رژیم عقب نشون میکرد. هر موقع ضعف نشون دادن پال گرفتن و جون گرفتن و بیشتر این کارشون رو انجام دادن. پس این عامل فشار و تصمیم گیری بسیار مهمه در این لحظات بسیار کلیدی چند هفته و چند ماه آینده و لااقل ما داریم سعی میکنیم بهشون میگیم که شما اگه این مسئله رو تقویت بکنید اصلا تمام جریان جوری دیگه تحول پیدا خواهد کرد. امیدوارم که این کار رو واقعا انجام بدن. سپاس از شما. من حالا بیشتر از این جلو پرسیدم بعد برم عقبتر. علی حمید یکی از بچه های گروه مستند هست، مستند هویدا آخرین کاری بود که انجام داد و مستندهای دیگه خودت معرفی کن. سلام شاهزاده، خیلی خوش اومدید. واقعا خسته نباشین داره این مستند. قربون شما. من هنوز فرصت نکردم ببینم ولی خب دنبال کردم. قربون شما، زحمت کشیدید. البته کار تیمی اینجا و ما گروه مستند هستیم. خیلی ممنون به هر حال. سوالی که دارم یه ذره پیچیده است و ولی خب سعی میکنم راحت مطرح کنم. شما شاهزاده، برای من اول خودم معرفی کنم. علی حمیدم، عرب ایرانیم و اینکه برای من شخص شما مصدقی هم هستم، ولی برای من شخص شما در واقع دو تا جنبه از شخصیت شما، یکی دموکرات بودن شماست و دو ملی‌گرا بودنتون.
دومی برای خود من به شخص مهمتره و من به شدت حامی شما هستم و مسئلهی که الان برای من مطرح نگرانی که وجود داره اینه که گاهن احساس میکنم اون دموکرات بودن شما میچربه بر ملیگرا بودنتون و این نگرانی که دارم اینه که چه تضمینی وجود داره که حضرت عالی در واقع ملیگراییتون رو فدای دموکرات بودنتون نکنید، به این معنا که چه تضمینی وجود داره که شما در واقع تا آزادی ایران جلو برید واقعا و اینکه توی مرحله اینجور نباشه که به اسم دموکراسی در واقع اعتباری که شما دارید و هیچ کسی بین چهرهای سیاسی اعتبار شما رو نداره اون اعتبار رو خرج دیگران کنید. این نگرانیه که من با دوستانم هم که در واقع صحبت میکنم مطرح میشه که آیا شاهزاده جدی هم تا آخر مسیر خواهند رفت یا نه قراره از یک مرحله به بعد در واقع پرچم رو و این اعتبار رو بدن به دیگری آقا یا خانم فلان و اینکه وکالتی که به مردم به جناب‌عالی دادن فکر میکنم وکالت غیر قابل منقوله اونجوری که میگن. این ضمانت چیه؟ هم خیلی ممنون. از اون روزی که وارد این صحنه سیاسی و مبارزه شدم شاید بعضی از شما هنوز به دنیا نیومده بودید و به حال 43 سال مدت زیادی است، ولی از همون روز همیشه تاکید کردم که تنها هدفی که دارم و خط پایانی وظیفه و در اصل مأموریت ملی که دارم اون روزی خواهد بود که در نتیجه آن کاری که مجلس مؤسسان خواهد کرد و پیشنهاد یک پروژه قانونی و حقوقی و شکل نظامی رو به مردم ایران خواهد داد تا بالاخره شما بیان از دلیل رفراندوم این رو به تایید بذارید و در واقع اونجاست که تکلیف آینده کشور مشخص خواهد شد، برای من اون خط پایانی مأموریتی است که برای خودم محول کردم و در همون دیدگاه ملی و خدمت به مملکت که به نظر من هیچ تضادی با دموکرات بودن نداره. از دید دموکراتیکش ما باید قبول بکنیم که در تمام کشورها بالاترین مرجع تصمیم گیری همون پارلمانی است که ملت میتونن داشته باشن. چیز فراتر از اون هیچ جای دنیا تو کشورهای دموکراتیک سراغ نداریم. خب مجلس مؤسسان هم بالاترین مرجع تصمیم گیری است. نمایندگان مردم از طریق انتخابات آزاد انتخاب میشن. این در کانتکست دموکراتیکشه. هدف همچنان هدف ملی است. بنابراین من زیاد متوجه نیستم که شما فکر میکنید که در تضاد هست. اتفاقا لازم و ملزوم هم دیگه هستش این دو. بنابراین مبنا اگه صندوق رأی میگذاریم به عنوان اندازه‌گیری خاص اکثریت و مکانیزم رو قبول داریم، از نظر تئوری حاکمیت میگم، نه تئوری حکومت، همه تئوری حکومتی دارن برای خودشون، ولی تئوری حاکمیت کدوم یکیست؟ اگه ما قبول کنیم که تئوری حاکمیت یعنی همانا اون مرجع که برای ملت ایران و به نمایندگی مردم ایران میتونه تصمیم بگیره، همون چیزی که داریم میگیم. بنابراین من هم هدف رو تعریف کردم در بعد ملیش، هم مکانیزم رو در تعریف دموکراتیکش، همون مجلس مؤسسان دیگه، ما داریم در اون جهت پیش میریم و من بهشون گفتم که تا اون روزی که این مسئله اتفاق بیفته باهاتون هستم و این مسئله رو دارم دنبال میکنم و اون موقع دیگه تصمیم مردم گرفتن و وارد فاز نرمالیزاسیون بشیم. یعنی مبارزه تمام این 4 دهه به خاطر اینکه بالاخره برسیم به اون روزی که ما بتونیم اولا اون مجلس رو تشکیل بدیم و نهایتا از طریق رأی تایید بکنیم نتیجه اون انتخاب رو در یک انتخابات آزاد و یک رفراندوم ملی. همچنان ملی میگم. خیلی ممنون از شما. من در کنار بچه های خود من و تو یه سری همراهان عزیزی هم اینجا هستن، از خانواده هاشون، دوستانشون که میدونستن شما امروز اینجایید و اومدن. من این میدم به خانم بهار، سوالشون رو به انگلیسی میپرسم و شما میتونید به فارسی جواب بدین. شاهزاده سلام، من بهار قفاری هستم. من 6 سال قبل از انقلاب لندن به دنیا اومدم. مدت کوتاهی برگشتیم تهران تا بعد که انقلاب شد و اومدیم اینجا. با اجازه شما من بقیه حرفا رو به انگلیسی بزنم، فارسی زیاد طبیعی نیست.
I've been working in investment banking for about 23 years now, and there are many, many like me who work across industry at very senior MD and C level. We've been involved in demonstrations, active on social media, but the question we all have is what more can we actually do from an industry perspective? We feel like we've sort of exhausted what we're doing via demonstrations, and would love your guidance in terms of what more you would expect to see from us. اتفاقا خیلی خوبه که این سوال رو میکنید چون نگاه من حالا صرف نظر از آنچه که اپوزیسیون سیاسی باسی انجام بده یا اصولا جامعه برونمرزی میتونه در اون راستا کمک بکنه پیشبینی آینده است. کشور ما حالا هر ترتیب نهایی شکل نظامش رو وضعیت سیاسیش پیدا بکنه با یه سری معضلات و مسائل روبرو خواهد بود. مسائل اقتصادی، مسائل بهداشتی، مسائل محیط زیستی و کارشناسان یا کسانی که تخصص تو این زمینه ها دارن میتونن در قالب این که خب چجوری ما میخوایم چرخ اقتصادی کشور رو دوباره راه اندازی بکنیم، چجوری میتونیم سرمایه گذاری رو در ایران فراهم بکنیم، کدوم صنعت های کلیدی و مادر هستش که آنن میتونه تاثیرگذار باشه، به خصوص در مناطقی که از همه بیشتر محروم بودن مثل بلوچستان، مثل کردستان، چه نوع اینداستری رو میشه در اونجا آورد، چه نوع سرمایه گذاری که آنن تولید اشتغال بکنه. و خیلی از اون مسائل از یک دید تخصصی کارشناسی that's where we can do more. یعنی مسئله فقط نیست که بریم تو تظاهرات شرکت بکنیم، اون یه بخشی از کاره. من اتفاقا تاکید میکنم رو اهمیتی که پروژه محور اگه بریم جلو، خب یه دیگه سمت کار مثلا اینوستمنت بانکینگ میکنن، راههایی که باید اصلا خود این که ایران چه استانداردهای اقتصادی رو باید در اقتصاد فراهم بکنه، از قوانین بانکی بگیرید، از مسائل شفافیت و کلی مسائل دیگر، این خودش یه سری پری کاندیشن هایی هست، پیش شرط هایی هست برای که دنیا که به ایران نگاه میکنه میگه حالا ما میتونیم تو کشور انگیزه سرمایه گذاری داشته باشیم. یک تضمین این که ما بتونیم سرمایه‌گذاریمون رو پس بگیریم هستش. این تمام بامبولی که این مافیای حکومتی که همش رو کنترل میکنه نیست که همه چیز غیر شفاف و اصلا نمیدونی که جواب کی رو داره میده. این خودش یه نوع نگاهیست به این که خیلی خوب چه استانداردهایی باید وجود داشته باشه، ولی پشت زردین چه پلنینگی هست برای این؟ What kind of roadmap can you offer؟ که واقعا بتونن تمام این سرمایه‌گذاران بزرگ هستن، شرکت‌های بزرگ، صنایع بزرگ که نگاهشون به ایران هست و میخوام بفهمن که خب چجوری و به چه شکلی و به چه زمانی میتونن بیان. این خودش یه نوع تعریفی میخواد، یه نوع در واقع استراتژی رو میخواد. من فکر کنم افرادی مثل شما که در یک بخشی تخصص دارید میتونید روی مسئله بیان جلو بگید ما یه بررسی کاملا دقیقی کردیم، این خطوط کلانشه، این لاغر مستر پلنش میتونه باشه، حداقل حتی اگه یه بلوپرینتی باشه، چون تصمیم دولت‌های آینده باز بگیرن از نظر ایمپلمنتیشن، از نظر ما اینجا سیاست نمی‌نویسیم، ما داریم پیشنهاد میدیم که دولت‌های آینده بتونن این گایدلاین‌ها و این ریکامندیشن‌ها رو به کار بگیرن و اجرا بکنن. بنابراین خودش یه کار بررسی و پیشنهادی است و خیلی این کمک خواهد کرد به اینکه همه بفهمن که چه جوری مملکت می‌تونه به سمت پیش بره. امیدوارم که شما بتونید در این قالب بخش کار خودتون رو به صحنه ارائه بدید. ببخشید من آخرین سوال اگه از من انتقام نمیگیرین خیلی معذرت میخوام، چون شما میگم تشریف میبرید من باید بمونم و بالاخره این تیم میرم پیش لوژ نشینا فرانک. سلام علیکم، احوالش؟ من سوالم تقریبا با سوال شاهو جان یکی بود، در مورد جنزی یا هم نسل زد میخواستم بپرسم و کسانی که بیشتر از هر کسی شاید نگاهشون به توماج هاست و حرف و کلام اون رو بیشتر از شاید حرف شما متوجه بشن، یکیش خود من. دغدغه شخصی من توی این ماجرا اینه که شما چقدر آشنا هستید با زبان این عده و چقدر اهمیت داره براتون اون تکثیر شجاعتی که شعار توماج ما بود و هست، و من به شخصه به نظرم بدون تکثیر اون شجاعت چیزی پیش نمیره. حالا ما هی بشینیم سیاست بچینیم یا برنامه ریزی کنیم تا مردم داخل اون قشر خاکستری بیدار نشن و ترسشون از اون رژیم خونخوار کودک‌کش نریزه، ما نمیتونیم چیزی رو اساسا جلو ببریم. این نظر شخصی منه و من میخوام بدونم چقدر شما با توما، چقدر شما با مادر کیان که امروز
علناً بیان کرده که تمام قاتلین بچه‌های من بیان جلوی من، تو صورت من بعد از 100 روز دیگه سکوت بسته. میخوام چقدر با اینها آشنا هستی؟ چقدر دوست داری با اینها همکاری کنید، به اینها کمک کنید؟ چون چجوری میشه این مسیر رو از داخل دوباره روشن کرد؟ ما شجاعهامونو مثل توماج، مثل نیکا، سارینا از دست دادیم و اونها باور کنید یا نه نمیشناسن کسانی که شاید خیلی ها در موردشون الان صحبت کردن یا مسائلی که اینجا عنوان شد. من شاید سوالم اینه چقدر روی اون تکثیر شجاعت و اینکه بخوایم بهشون اون روحیه درست رو دوباره برگردونیم. خود من به شخصه توماج رفیقم بود و الان که نیست نمیدونم از کی باید راه و چاه رو بپرسم، نمیدونم از کی باید اون حس برندگی رو دوباره برگردونم تو خونم. البته من به دلال پروازه نشمتونم اسم خاص کسی یا خانواده رو بیارم، ولی خب بسیاری از این نوع افراد ارتباط دارم، یا مستقیماً یا غیر مستقیماً، اصلا با خودشون صحبت میکنم. بارها شده که با حتی زندانیان سیاسی جلسه زوم داریم، صحبت میکنیم، تبادل نظر میکنیم، بنابراین این اینپوت رو قطعا دارم. ولی چیزی که باز درک بکنیم این هستش که دقیقاً چون این نسل بخواد سرنوشت خودش رو به دست خودش بگیره، تصمیم نهایی با خودشونه. ما اینجا نیستیم که براشون تصمیم بگیریم، ما اینجا هستیم که از تصمیمشون پشتیبانی بکنیم. بنابراین اگه به شکل پرواکتیوتر بیان جلو، کار ماها اتفاقا آسان‌تر میشه. یعنی که وقتی براشون مشخص که به چه شکلی میخوان برن، میگم ما تصمیم رو گرفتیم، از ما حمایت کنید در این تصمیم. و این دقیقا رسالتی است که به نظر من به خصوص ایرانیان برون‌مرز میتونن داشته باشن، که اون خواسته اونها رو برآورده بکنیم. پس ما اگه بخواهیم یه تشکل تشکیل بدیم، شما حمایت کنید؟ من همیشه طرفدار یک اکشن پرواکتیو هستم. یعنی که با یه اصطلاحی داریم که کنار گودش میشین و میگی لنگش کن، خب بیاین وسط میدان و عملو به دست خودتون بگیرید، با سر من حمایت خواهیم کرد. من به سهم خودم که حتما. خیلی ممنون، واقعا خسته نباشین، منو ببخشین اگر که من نتونستم بقیه سوالا رو، وقتمون خیلی محدوده. فقط اگه اجازه بدین الان یه وقت خیلی محدودی برای عکس داریم، بچه‌هایی که می‌خواستن با شما عکس بگیرن، ولی اجازه بدین من از مصطفی خواهش کنم که میدونم پشت نشسته اولین نفری باشه که عکسشو میگیره. مرسی. از اونایی که سوالشون سوخته بگیرید. مصطفی جان اگه می‌خواید من. مرسی. پس بخواید دسته‌های مثلا 10-15 نفری بکنیم که بشه بلاک بلاک. بله بله، همینجا میتونیم عکسو بگیریم. بله همینجا فوتوشوتو. پس دیگه خدا دیگه ما چون شما نفر اول بودی شما عکساتو بگیر، بعد دیگه دسته‌های او چقدر سفارشی یعنی چی؟